به یاد امید علی محمدی که در سکوت سربدار شد. امید جوانی شجاع و نترس از عراق بود که سال 1400 با دو مأمور لباس شخصی درگیر شده بود. آن دو از مزدوران وزارت بدنام اطلاعات بودند. امید را به همین جرم دستگیر کرده و به زندان مرکزی عراق بود. روز 5 بهمن 1401 حکومت در ادامه اعدام‌های جنایتکارانه برای ترساندن جوانان و خاموش کردن شعله‌های قیام، امید را هم بی سر و صدا بدون اطلاع به او و خانوادهش کاملا غافلگیرانه اعدام کرد. روز 6 بهمن خانوادهش از طریق توییتی که نفری ناشناس کرده بود در جریان اعدام فرزندشان قرار گرفت. امید را در اوج جوانی با پرونده سازی های دروغین از قبیل مواد مخدر مفسد فی الارض اعلام کرده و به خاطر یک درگیری کوچک با ماموران اطلاعات آخوندی اعدام کردند. این در حالی بود که خانوادهش بعد از 1.5 سال زندان در انتظار عفو و آزادیش بودند. آنها هرگز فکر نمی کردند که برای امید حکم اعدام اجرا شود. بنابرای گفته نزدیکانش، امید در تماس ها و ملاقات ها بدون کوچکترین ترسی به مقامات حکومت ناسزا می گفت. می گفت که کارگزاران این حکومت وحشی و ضد انسان هستند. و می گفت که از هیچ چیز نمی ترسد، حتی مرگ. همبندیانش می گویند امید آنچنان نترس بود که حتی در زمان اعدام اجازه نداده بود جلادان طناب بر گردنش بیاندازند. و او که جوانی شوخ، شاد و خنده‌رو بود، خودش با خنده و در حالی که از همه حلالیت می‌طلبیده، طناب را بر گردنش انداخته است. وقتی هم امید را برای اجرای حکم می‌بردند، همبندیانش که از بیگناهی او اطلاع داشتند، با ماموران زندان درگیر شدند و بعد از شهادتش یک هفته برایش عزا گرفتند. ماموران زندان به خاطر همین حمایت زندانیان از امید، برخی از آنها را 1 ماه از ملاقات و تماس محروم کردند. امید قهرمان در ملاقات ها می گفت دلش می خواست در زمان اعتراضات بیرون بود و با دست خودش چند نفر از سران فاسد سپاه را مجازات می کرد. همین ایستادگی ها و شجاعت امید بود که او را رو در روی حکومت قرار داد و برای زهرچشم گرفتن از دیگران اعدامش کردند. اما شهادت امید بذر امید و شجاعت را در دل جوانان کاشت و به زودی این بذر در قیامی دیگر جوانه خواهد زد. نمیگذاریم تا وقتی نشکنیم حصار ظلم و این ستمگری. جوونه میزنن هر بار جوونا، آماده یه پرتاب تیر کمونا، به سمت ظلم، به سمت دشمنا، به عشق خاک ایران.